سلام، خوش آمدید. مرگ غلامرضا منصوری، قاضی سابق در رومانی، برگی دیگر به یک پرونده پر ابهام اضافه کرد. در حالی که عده‌ای حتی در اینکه او مرده باشد تشکیک می‌کنند، بسیاری هم باور ندارند که او خودکشی کرده باشد. گزارش پزشکی قانونی رومانی که چند ساعت پیش منتشر شد، مرگ بر اثر برخورد با جسم سخت را تایید کرده، اما چیزی که روشن نکرده، سوال اساسی در این باره است: آیا خودش پایین پرید یا کسی او را پرت کرد؟ قاضی منصوری متهم ردیف نهم پرونده اکبر طبری معاون سابق قوه قضاییه ایران بود. میزان رشوه‌ای که متهم بود دریافت کرده بسیار کمتر از ارقام دیگر این پرونده بود. اگر به ایران برمیگشت چقدر حکم گرفت؟ آیا حکمش در حدی بود که دست به خودکشی بزند؟ تلاش فعالان و گروه‌های حقوق بشری برای تعقیب او در خارج از ایران، اگر به نتیجه می‌رسید، چه نوع دادگاهی در انتظارش بود؟ و آیا این می‌توانست انگیزه‌ای برای قتل یا خودکشی باشد؟ برای این سوال‌ها گفتگو می‌کنیم با سه مهمان: عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه فدراسیون‌های حقوق بشری از پاریس با ما، نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری از تهران، و رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی، باز هم از پاریس. خوش آمد میگم به هر سه مهمان برنامه. آقای لاهیجی، نظر شما راجع به اون چیزی که به تازگی منتشر شد، این گزارشی که خبرهاش رو این ور اون ور می‌بینیم درباره چگونگی مرگ او از پزشکی قانونی رومانی چیه؟ ببینید، وقتی گفته میشه که در جسد آثار اصابت با جسم سخت بوده، این خود به خود دلیل وقوع قتل نیست. برای اینکه وقتی جسد از کسی خودش رو از چند طبقه به پایین پرتاب بکنه، خب در اثر اصابت با زمین همون جسم سخته. بنابراین الان خیلی زوده که من بخوام به عنوان حقوقدان بگویم که آیا این خودکشی بوده، آیا قتل بوده، و خصوص که نظریه پزشکی قانونی رو من ندیدم، فقط بر اساس اخباری که گفته شده این هستش که در اثر اصابت با جسم سخت بوده. صحیح. بنابراین الان به عقیده من نمیشه هیچ چیزی رو حتی به احتمال وقوعش داد. ممکنه قتل باشه، چیزی که از من در نخستین مصاحبه‌ام با یکی دیگه از البته رسانه‌ها گفتم که یا خودکشیست یا قتل. و همچنان هم نظرم همینه که یا خودکشیست یا قتل. حالا در قسمت دوم عرایزم یه توضیحات بیشتر حتما. اگر آقای لاهیجی، من میخوام درباره اون پرونده‌ای که فعالان حقوق بشر خارج از ایران دنبال میکردن از شما توضیح بخوام. چه دادگاهی در انتظار آقای منصوری بود اگر کار اونها، کار فعالان حقوق بشر، به نتیجه میرسید؟ ببینید، من اصولا اعتقاد دارم که چون اساس جمهوری اسلامی و اساس دادگستری جمهوری اسلامی بر فساد سیاسی است، برای اینکه فساد مالی یکی از عوارض فساد سیاسی است و نظام‌های خودسر، نظام‌های خودکامه، نظام‌های فاسدند به لحاظ سیاسی. و حالا من نمی‌خوام راجع به اصطلاح معیارهای بین‌المللی که راجع به قضاوت هست و 35 سالی که در مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان حداقل‌های استقلال قضاوت تعیین شده و تمام کشورها هم پذیرفتن صحبت بکنم، ولی مسئله اینه که منصوری از داخل یک همچین نظام فاسدی بیرون میاد و ولی مشخص است که من عقیدم این بوده و هست که او ترجیح میداده که به ایران بازگرده و اونجا مثل قاضی مرتضوی ها و دیگران یک محکومیت سمبولیک بگیره تا اینکه بخواد در خارج از ایران بمونه و در حال در انتظار اینکه این دادخواست‌ها و شکایت‌هایی که داده شده در ارتباط با در حال 30 سال سابقه قضاوت و کارهایی که اون در ایران کرده، در حال اینجا خودش رو درگیر یک نظام دموکراتیک بکنه. می‌دونید، یعنی وقتی شما مقایسه می‌کنید، خب مسلم است که او با توجه به شناختی که تیگه 30 سال خدمت برای جمهوری اسلامی داشته، میدونسته که در داخل میتونه در حال به یک صورتی یا با پس دادن این تمام یا بخشی از این پول، در حال اگر هم یک محکومیت سمبولیک میگیره، مثل بسیاری از کسانی که محکومیت گرفتن و از جمله که از همکاران آقای احمدی نژاد که فکر میکنم 15 سال محکومیت داشت، چند روز پیش در شمال
اتومبیلش تصادف کرد و گفتن بله مشغول مرخصی بوده. بنابراین در یک کشوری که همچین نظام و یک همچین سیستم قضایی داره می شود در حال بیشتر آزادی داشت و بیشتر به دنبال این بود که به یک صورتی سرسره قضیه رو به هم بیارن، بله اینکه بخواد در خارج از ایران کشورش بمونه و اونجا خودش رو در حال یک معرض همه گونه تعقیب قرار بده. حالا بعدا اگر حتما فرصت به این موضوع میپردازم که ممکن بود آیا با چه خطراتی مواجه حتما. بشه. جناب احمدی، شما پرونده کاری ایشون رو من دیدم که جاهای مختلف هم راجبش صحبت کردید، یه شمه ای به ما میدید که قاضی منصوری چه کاره بود، چه میکرد، و این قضیه رو اگه ممکنه برای ما روشن بکنید که در نظام قضایی فعلی بازپرس با قاضی چه فرقی داره، چون هم به او بازپرس گفته میشه هم قاضی. با سلام خدمت شما و مهمانانتون، خصوصا استادم جناب دکتر لجی. حضورتون عرض کنم آقای منصوری اهل خراسان بود و رشد و بالندگیش هم در خراسان شروع شد. تا قاضی و بازپرس رو توضیح بدم، ایشون اتفاقا قاضی بود. پرونده معروفی داریم به اسم پرونده سعید حنایی، مردی که 16 نفر 16 تا خانم رو زن رو کشت در مشهد و جنجالی ترین پرونده دهه 70 رو در دادگستری ایران رقم زد. قاضی اون دادگاه آقای منصوری بود. پس ایشون قاضی بود که در دادگاه های کیفری کار کرد. اون موقع باید خیلی جوان بوده باشه، چون تازه گفته میشه 52 سالشه، بنابراین برای حدود 20 سال پیش جوان 31-32 ساله‌ای بوده برای این کار. روحانیون که سن براشون مهم نیست، وقتی که اومدن دادگستری از سن 18 سالگی شروع کردن. اونایی که باید دانشگاه برن مراحل دانشگاه رو طی میکنن، چند سال طول میکشه. مسئله از این بابت چون قاضی دادگاه سعید حنایی بود و رشد و بالندگی و سرعت ترقیش هم از همون پرونده شروع شد. بعد از اون پرونده آمد تهران. در تهران به تبع اوضاعی که از شهرستان ها میان در تهران، دیگه با توجه به سوابقی که دارن در اینجا دوباره از مراحل پایین شروع میکنن، دادیاری، بازپرسی، و اگر که خب روابطی داشته باشن به محاکم میرن. ایشون در تهران که آمد جاهای حساس، مهم نیست که ایشون بازپرس بود یا قاضی بود، ایشون سرپرست مجتمعهای معروفی بود، در دادسرای رسانه کار میکرد. من سوابقه در تهران رو شو بگم، حساسترین جاها رو ایشون تصدی داشت به عنوان بازپرس. ببینید، ما بعد از اونی که دادسرای مجددن احیا شد برابر قانون تشکیل دادگاه عمومی انقلاب، دادگاه کیفری یکی رو در حوزه های قضاییمون تشکیل دادیم. در تهران که پایتخت دادگاه حوزه قضایی تهران، خصوصا بخش دادسراش برابر ماده 3 قانون تشکیل دادگاه عمومی انقلاب به تمام اتهامات مدیران و کلب بالای همه استانها، نمایندگان مجلس، قضات، سفرا، دانه درشت‌ها، در واقع تمام اینا در تهران رسیدگی میشه. یعنی یک صلاحیت مضاعفی دادستان تهران داره و بازپرسایی که در تهران در شعب ویژه کار میکنن در واقع قدرتمندترین بازپرسای ایرانن، به خاطر اینکه به همه افراد مهم به اتهامات اونا رسیدگی میکنن. من یه کوچولو اینجا بگم رشد این افراد به چه صورت شکل میگیره. متاسفانه ما امیدواریم که آقای آیت الله رئیسی با توجه به اینکه در این دادگاه ها بودن خودشون این مسئله رو درست کنن. قانون آیین دادرسی کیفری توسط قضاتی از این دست نادیده گرفته میشه. همین قانون آیین دادرسی اگر رعایت بشه برابر قانون آیین دادرسی کیفری، احضار متهم به صورت احضاریه صورت میگیره، یه موعد قانونی داره. اگر در اون موعد قانونی نیامد جلب میشه، مگر در مواردی که جرم مشهود باشه، و در قرارهایی هم که صادر میشه از قرار التزام داریم تا بازداشت موقت. یعنی فرد رو نمیتونه شما
امروز بازداشتش کنید و امروز هم بره زندان متوجه. و قرار هم از این از این دست قضات آیین دادرسی رو هم الان هم اینه رعایت نمی کنن و گروه انگوش شماری در هر حوزه قضایی از این نوع قضات داریم. ایشون چه در دادگاه رسانه بود، شعبه نوع دادگاه رسانه، پرونده هایی که رسیدگی کرده، شما کافی به عنوان روزنامه نگار یه سری از دوستان روزنامه نگارتون زنگ بزنید، فردا یا اون روزی که جواد دلیری و یکی از این دوستان بقیه رو 23 نفر بازداشت کرد، من رفتم شعبه ایشون، نوعی با من برخورد کرد و من بیرون گفتم این غرور از کجا ناشی میشه؟ از زیر پا گذاشتن قانون آیین دادرسی کیفر. آقای احمدی اجازه من اینجا یک صدایی دارم. من بگم که این پرونده هایی که آقای منصوری رسیدگی کردن همونطور که شما گفتید خیلی گسترده است. حالا من بعدش باز با شما صحبت خواهم کرد راجع به دو بخش دیگه ای که باز بخش مهمی است که باز به پرونده آقای طبری و غیره هم مربوط میشه. اما همینجا چون شما اشاره کردید پرونده روزنامه نگاران، ایشون پرونده روزنامه نگاران رو رسیدگی کرده، پرونده دختران انقلاب رو قاضی بوده، پرونده خانواده آقای کریمیان رو که خانواده آقای کریمیان میگن که ما رو گروگان گرفت تا چند هفته ما باید در خانه میموندیم زندانی فلان، اینها همون کسی که در ترکیه در نهایت کشته شد و پرونده های متعدد دیگری هست که اسمشون مطرحه. من با یکی از این افراد صحبت کردم و ازش خواستم که به ما بگه که چه گذشته بر او وقتی که قاضی منصور قاضی او بوده. بشنیم چه میگه. بازپرس خیلی اصرار داشت که من صحبتی نکنم وقتی میرم پیش منصوری. به من گفتش با آینده خودت بازی نکن، سعی کن چیزی نگی. اون افسری هم که منو میبرد تا اتاق، یعنی دست من با دست من به دستش بس بود تا اتاق منصوری، یه خانومی بود. اثر دلسوزی به من برگشت گفتش که منصوری خیلی آدم قدرتمندیه، هرچی بگه همونه، سعی کن سکوت کنی، هیچی نگو، فقط حرفاشو گوش بده. دست منو باز کرد وارد اتاقش شدم. هیچ کس داخل اتاق نبود. بغل میزش کنار یه صندلی نشستم. بعد چند ثانیه یه آخوند تنومند و قد بلندی وارد اتاق شد. با لحن خیلی بدی فریاد زد: اینجا مگه خونه خاله است که اینجا نشستی؟ بعد به من گفتش که بلند شو. پرونده‌مو گرفت دستش. معذرت میخوام این حرفا رو میزنم، ولی صحبتایی که ایشون کرد رو میخوام بگم. با لحن خیلی بدی برگشت به من گفتش که زنی که روانی خراب، دنبال شوهر بودی رفتی اون بالا، زندگی تو ازت میگیرم، کاری میکنم که دیگه نتونی زندگی کنی. پرونده اون برق زد. بعد برگشت گفتش که کار میکنی؟ از کار اخراجت میکنم. توی روانی که صلاحیت کار کردن تو مؤسسه مطالعات تحقیقات زنان نداری. برنده اون یه برق دیگه زد، گفتش که درس هم میخونی، دیگه حق نداری درس بخونی، دیگه نمیتونی، فوق لیسانس میخونی، دیگه نمیتونی ادامه تحصیل بدی، معدلت هم که بالاست. همینا رو با مسخره میکن. بعد گفت رانندگی میکنی؟ گواهی نامه داری؟ گواهی نامه تو ازت میگیرم. خونه نشین میشی تا بفهمی زندگی یعنی چی. هیچ کاری نمیتونی بکنی. در آخر برگشت گفتش که بچه تو بزرگ میکنی؟ حضانت بچت با توه؟ توی روانی که صلاحیت نگهداری بچه تو نداری. بچه تو ازت میگیریم و میدیم به بسیسی. دونه دونه کارهایی که گفته انجام داد، همه رو، تک تکشون. خب صحبت‌های اعظم جنگ‌روی بود، کسی که از دختران خیابان انقلاب هست. عذرخواهی می‌کنم بابت کلماتی که به کار رفت، عین صحبت‌های قاضی منصوری بود و ایشون گفتن. آقای احمدی، غیر از این در واقع پرونده های این چنینی که به هر حال فشار این چنینی روی فعالان مدنی بوده، فعالان سیاسی بوده، ممکنه بگید که او چه کارهای دیگه ای کرد که به نظر شما کارهای پر اهمیتی بود و میتونست او رو مهم بکنه در چشم عده‌ای؟ ببینید، ما یک
ببینید ما یک تأسیس ناسوابی متاسفانه در دادگستری داریم و اولین بار وقتی که من این تأسیس رو شنیدم یک مقاله نوشتم در یکی از روزنامه‌ها چاپ شد یادم نیست، ابلاغ ویژه است. من نمیدونم این معنای ابلاغ ویژه، سوال کردم حداقل به من معلم ابتدایی حقوق بفرمایید که ابلاغ ویژه یعنی چی. این قضات یک سری ابلاغ ویژه وقتی که میگیرن، حالا در چه در محاکم باشن چه در دادسرا باشن، اون ابلاغ ویژه رو فکر میکنن دیگه فعال مایشان، یعنی نحوه نوع کار آقای منصوری این نبود که فقط مثلا به دختران خیابان انقلاب یا به روزنامه نگارا، خب این پرونده های مختلفه بیشون ارجاع میشد. زمانی در لواسان بود، لواسان بعد از اون یکی دو جاده بزرگ رو، یکی بابایی و یکی ارتش رو کشیدن و لواسان از بنبست در آمد، پولهای ناسوابی که گروه ها از هر کجا افراد می گرفتن سر از لواسان در آورد. لواسان الان شما ویلاهایی دارید که باور نمی کنید مثلا 700 میلیارد تومان باشه، یعنی شمارشش امکان پذیر نیست. خب اینا اونجا هم یک تعریفی داره، شهر توسعه پیدا کرد. خب ایشون مدت ها قاضی اجراییات اونجا بود، بله، و بعدش آمد در دادسرای ناحیه 3 مسئول اراضی ملی و منابع طبیعی، که اون هم باز نقطه‌ای هست که میشه توش خیلی دخل و تصرف کرد. بله، اجازه بدین آقای علیجانی رو من وارد این بحث بکنم. از منظر سیاسی آقای علیجانی، کشته شدن، قتل، خودکشی، هر چی که اسمش رو بذاریم، نبود قاضی منصوری برای چه گروه‌های منفعت میتونست داشته باشه در شرایط فعلی؟ با سلام خدمت شما بینندگان و مهمانان عزیز برنامه. یه نکته مقدماتی رو در نظر بگیریم که اگه این حادثه در کشوری غیر از رومانی اتفاق افتاده بود که نظام اداریش خیلی سالم نیست، شد تا حالا یه حداقل گزارش اولیه از دوربین های هتل می آمد. گویی این برخورد تأخیری انگار یه چیزی داره پنهان میشه که غیر قابل فهم هست. اما آقای منصوری در واقع دو نوع فعالیت داشته، همونطور که دوستان گفتن، هم در مسائلی که به مسائل حقوق بشری مرتبط میشه، پرونده هایی که ایشون برخورد خیلی خشن و بی‌ادبانه ای داشته، و هم در پرونده های مالی و اقتصادی و زمین و پول و ویلا و اینها، که در اونجا کسانی که در همین چند روز درباره ایشون حرف زدن گفتن خیلی بی‌پروا بوده در گرفتن رشوه و زد و بند و اینها، یعنی در هر دو حوزه ایشون یه شخصیت افراطی داشته. حالا اینجا مسئله این هست که ایشون چطوری اومده خارج از کشور، در حالی که در این نوع پرونده های مثل آقای طبری، اینم اینجا بگیم پرونده آقای طبری روی صحنه داره که در صحنه دادگاه میذاره، که نه اسمی از آقای آمولی میاد، آقای اژه‌ای میاد و نه از دیگران میاد، گویی بین قاضی و بازپرس متهم یه توافقی است، ولی یه پشت صحنه داره تو اتاق بازجویی. اونجا خب افراد تحقیق اطلاعاتی میشن و در اینجا باندهای مافیایی اقتصادی سیاسی خب از همدیگه سعی میکنن پرونده سازی بکنن. حالا ایشون در این نوع پرونده ها اولین اقدام ممنوع خروج کردن به هر حال افراد موثر در پرونده است، و بعید به نظر میرسه که آقای حیدری برای 500 هزار یورو از کشور خارج شده باشه. بنابراین باید مسائل مهمتری باشه که جزء آقای منصوری و باید مسائل مهمتری باشه که ما دچار کمبود اطلاعات هستیم. یعنی من تصورم اینه که ایشون با مساعدت و هدایت به خارج از کشور اومده. در خارج از کشور از موقعی که پرونده حقوق بشری ایشون فعال شد، اساسا وارد یه فاز جدیدی شد. یعنی شما تصور کنید یه فردی که در پرونده آقای کریمیان مدیر جم موثر بوده، اطلاعاتی احتمالاً ممکن داشته باشه، یه فردی که افراطی و ولی اهل زد و بند بوده، همیشه با مقامات و قدرت‌های بالاتر زد و بند می‌کرده، این شخصیت میتونه در خارج از کشورم با دادگاه حقوق بشری کنار بیاد. حالا شایعاتی است که ایشون ریشاش هم زده بوده رفته بوده رومانی. حالا یه فردی اینجا لباس روحانیت ایشون هم خیلی موثره در حالا قتل یا خودکشی، یعنی یه فرد روحانی بیاد با یه قیافه جدید همکاری بکنه، یه اطلاعاتی بده، یه پرونده تروریستی علیه نظام جمهوری اسلامی حداقل در رابطه با ترور یک نفر آقای سعید کریمیان میتونست فعال بشه. از اینجا به نظر میرسه که یا باید ایشون به داخل برمیگشت، که احتمالاً خودشون باید یه همچو قصدی میداشتن، چون وزارت امور خارجه هم گفته که ایشون به سفارت ما مراجعه کرده و صحبتهایی برای بازگشت کرده. بله. و اینجا خب یا اینکه به هر حال در اینجا میموند.
آقای هیدری در اینجا تئوری خودکشی هم منتفی نیست، ولی علائم ضعیفتری وجود داره. شما دائم بهشون میگین آقای هیدری، آقای منصوری هستن. آقای منصوری اول میخوام بله. آقای منصوری بله. آقای منصوری احتمال بازگشتشون کم خطر بوده. آقای لایجی هم اشاره کردن بله. مگر همون باندهایی که از ایشون احساس خطر میکردن برگرده داخل در اتاقهای بازجویی اسرار رو پیدا میکنه، مانع بازگشت بودن یا خواهان عدم بازگشتشون بودن، از طرفی هم ایشون میتونست مایه وهن روحانیت باشه، وهن نظام باشه. بنابراین تئوری حذف فیزیکی در اینجا میتونه تقویت بشه بین این دو تئوری. بنابراین هم باندهای اقتصادی مرتفع منتفع میشن از مرگ آقای حیدری در هر دو شکلش، هم کل نظام سیاسی میتونه منتفع بشه. یه جمله اضافه بکنم، به نظر من در روایت تبلیغاتی نظام جمهوری اسلامی در داخل سعی میکنه این سعی میشه این مرگ در ابهام بمونه، چون میتونه این مرگ بره در کنار داروی نظافت و استخر فرح و لابی هتل بشه، ولی خط و نشانی باشه برای کسانی که سربازان ولایت بر اونها خشم خواهند. متوجه. باید بگم که وکیل آقای منصوری اصرار داره که خانواده او معتقدن او در وضعیت ذهنی نبود که بخواد خودکشی بکنه و میگه که او آدم خودکشی نبود اساسا. من میخوام خیلی کوتاه هست هر کدوم، میخوام که 5 6 دقیقه بیشتر وقت نداریم. آقای احمدی اگه به ایران برمیگشت بر اساس این پرونده‌ای که الان بود چقدر میگرفت زندان؟ بله بله بفرمایید صداتون میاد. کنیم ابهامه. من بله. یه مطلب بگم. بفرمایید. من بگم. بله بله. ببینید در مورد آقای منصوری یه چیزی رو فراموش نکنید. آقای منصوری اینجا هیچ موقع مورد بازجویی قرار نگرفت. فردی نسبت به ایشون اقرار کرد. اگر مورد بازجویی قرار گرفته بود تحقیق گرفته بود بحث داریم. این متاسفانه همه دوستان این مطلب رو نادیده میگیرن. ایشون متهم ردیف نهم، یک فردی مدعی شد من 500 هزار یورو به ایشون پول دادم. این رو در نظر بگیرید. اصلا در ایران از ایشون تحقیق نشد. ولی اگه برمیگشت چقدر زندان میگرفت آقای احمدی؟ اونقدر بود که بخواد بترسونه و بگه که من برنگردم به خاطرش؟ اگر همین پرونده بود استادم برون نشسته حد اکثر 3 سال حبس داشت و استردادی من. صحیح. آقای لایجی چقدر شانس داشت که نگهش دارن در اینجا؟ چقدر این پرونده های حقوق بشری که مطرح بود علیه او چیزی بود که بتونن اون رو اینجا به دادگاه بکشونن گروه های حقوق بشری؟ ببینید اولا من فکر میکنم تصمیمی که دادستان یا نماینده دادسرای بخارست یا رومانی گرفته تصمیم درستی بوده، به خاطر اینکه اون در حال از طریق انترپول یک فیشی رو دادند که این شخص رو جمهوری اسلامی درخواست کرده که به ایران مسترد بشه. بنابراین قاضی در وهله اول باید از مقامات سیاسی میپرسیده آیا بین رومانی و جمهوری اسلامی ایران قرارداد استرداد مجرمین هست یا نه. یک دوم اصولاً بر چه اساسی بر چه مدارکی جمهوری اسلامی خواسته که این شخص به ایران مسترد بشه و باید دید که مجازاتش چیه. مثلا با توجه به اینکه رومانی عضو اتحادیه اروپا است و میدونه کشورهای عضو اتحادیه اروپا یکی از پیش شرط‌های پیوستن به اتحادیه اروپا لغو مجازات اعدامه، بنابراین نمی‌شود کسی رو کشوری که به دولتی که در اونجا اعدام اجرا میشه به عنوان مجازات مسترد کرد. اینا مسائلی که باید رسیدگی میشده و بنابراین اون فرضیه که تعیین کرده فرضیه درستی بوده. و شما آیا فکر میکنید که رومانی از این نظر در سطح در واقع کشورهای دیگه اروپایی بوده به لحاظ رسیدگی؟ چون شک و شبهه هست در این زمین. ببینید ما باید یه حد اقلهایی رو بپذیریم. رومانی کشوریست که بالاخره تونست خودش رو از یوغ دیکتاتوری چاوچسکو رو رها بکنه و کم کم یک نظامی رو که اون نظام بهش میگن در حال دولت حقوق مدار. دولت حقوق مدار یعنی همون چیزی که در انگلیس میگن رول آف لو. یعنی بر اساس، یعنی این چیزا در قانون اساسی جدید رومانی اومده، یه دادگستری مستقلی است عضو تا نمیتونم بگم که رومانی فرانسه است یا انگلیس یا آلمان، نه، ولی بالاخره در این روند و در این پروسه افتاده و از جمله به دادگاه جزایی بین المللی ملحق شده. بله. یعنی بر این اساسنامه روم رو پذیرفته
بنابراین اصل صلاحیت جهانی رو در چه چهارچوبی، میخوام برگردم به پرسش شما، در چه چهارچوبی پذیرفته اروپا؟ چون ببینید تمام کشورهای اروپایی به یک صورت نپذیرفتن، ولی اون چیزی که مسلمه این هستش که به اساسنامه روم پیوسته، اصل صلاحیت جهانی رو پذیرفته. ولی آیا حالا اتهام های این شخص با در حال اون چهارچوب ها منطبق بوده نبوده، اون گشته به مرحله بعدی. ولی اعتقاد من بر اینه که در هر صورتی من فکر میکنم وقتی خود منصوری پیام فرستاد که و گفت در حال وفاداری خودش رو به جمهوری اسلامی اعلام کردیم، این میدونست که در چه مخمسه ای هست و باید هر چیز زودتر از این مخمسه خودش رو رها کنه، به خصوص که تجربه اون شاید همکار سابقش یا کسی که الان در منظورم شخصی که در سوئد زندانی هست، در حال اون هم الان به گوش همه رسیده در ایران دیگه که در کشورهای اروپایی. متوجه. عذر میخوام آقای لایجی، چون وقت کم هست من میخوام یک سوال دیگرم هم حتما بپرسم از آقای علیجانی. آقای علیجانی خیلی کوتاه اگه ممکنه، اطلاعات قوه قضاییه یه نهاد در واقع اطلاعاتی است در داخل قوه قضاییه، آیا نباید اینجور پرونده ها رو رسیدگی بکنه و پیشاپیش مثلا جلوی خروج یک قاضی که چنین پرونده ای رو داره بگیره؟ بله، همونطور که آقای لاهیجی هم گفتن، قوه قضاییه در این مسائل دچار فساد سیاسی است. الان آقای قالیباف رئیس مجلس، معاونینش زندان هستن، آقای رئیسی همینطور و خیلی های دیگه. بنابراین از قبل اینها به گمان من هدایت شده به بیرون اومده. ولی بذارید یه نکته اضافه بکنیم، چگونه میشود حالا ایشون رو چه بگیم خودکشی چه بگیم حذف فیزیکی، چگونه میشه یه فرد روحانی به نقطه‌ای برسه که خودکشی بکنه و چگونه میشه یه نظام سیاسی به نقطه‌ای برسه که کسی که 30 سال بهش خدمت کرده رو حذف فیزیکی بکنه؟ این حکومت از درون یه انقلاب ارزشمدار و اخلاقگرا و خدا و پیغمبر در اومده، ولی به صورت شتابانی ارزش زدایی و اخلاق زدایی شده، به ویژه از سال 88 به بعد، وقتی که دست در امانت صندوق رأی ملت برده شد و وقاحت و قباحتش از بین رفت. ما میبینیم در دوره دوم احمدی نژاد فساد مالی شدیدتر میشه، یعنی وقاحت فساد مالی بالاتر میره و دست در خون ملت هم شدیدتر میشه. اینجاست که یا حکومت یا آقای قاضی منصوری به این نقطه از بنبست سیاسی میرسن که میتونن به راحتی همه ارزش‌ها و اصولی که یک انسان عادی بشه. ممنونم آقای لایجی. ممنونم آقای علیجانی، آقای لاهیجی و آقای احمدی. متاسفانه وقت ما زیاد نیست و اینجا به پایان میرسه. متشکرم که در بحث شرکت کردیم و ممنونم از شما که بیننده این برنامه صفحه 2 بودید. شب روزتون خوش.